بنامیاد خدا و با تقدیم سلام به شما بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. بعد از ظهر همتون بخیر و خدا کنه روزت ایدم بخوشی سپری کرده باشین و روزهای ماه مبارک رمضان همچنان بخیر و بخوشی بگذرانین تا عبادت همگی شما به درگاه خداوند متعال قبول شود. بازم موضوع داریم در برنامه، مهمان هم داریم در برنامه و موضوع خیلی خوب را در برنامه انتخاب کردیم. بیاین امروز در رابطه به اینکه چگونه بتونین ازدواج سالم داشته باشین صحبت بکنیم. از دیدگاه روانشناسی چه معیارها و چه راهها و روشها و موارد و نقطه های خیلی مهمی را باید در وقت قرار است شما ازدواج بکنین و یک زندگی مشترک داشته باشین و تشکیل خانواده بتین، چه موارد را مد نظر بگیرین تا بتونین یک ازدواج موفق، ازدواج سالم داشته باشین. روی همین موضوع امروز بحث میکنیم از دیدگاه روانشناسی. اما تو که گفتم مهمان را هم دارم با خود، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم. آقای محمد صفا فرزایی یکی از روانشناسای ما امروز در برنامه با ما هستند و بیشتر در رابطه با داشتن یک ازدواج سالم و موفق از آقای فرزایی بشنویم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. زنده و سلامت باشین. بر سلام احترام خدمت شما و از که ما را صرف برای تلویزیون خود تماشا میکنن، امیدوار هستم که روزهای رمضان بخیر بگذره و رمضان خوب خوشی داشته باشین انشاءالله. در آغاز کم در رابطه با ازدواج و یک تعریف از ازدواج از دیدگاه روانشناسی داشته باشیم خیلی خوب میشه. دقیقاً در گذشته ها قسمی بود که وقتی دو نفر میخواستن با هم ازدواج بکنن، فقط معیارشان این بود که باید بزرگ سال باشه و این دو نفر خودشان آماده به ازدواج باشن و بخواین ازدواج بکنن، بس دیگه کدام مسئله ای نبود. اما حال تغییر کرده دیگه. وقتی میخوایم ازدواج تعریف بکنیم، میگیم ازدواج عبارت از رابطه انسانی بین دو شخص که از نگاه روانی، اجتماعی، بلوغ جسمی، جنسی از همه لحاظ آماده باشه و اینا تعهد داشته باشن بر زندگی کردن، که اساس و تعدابشان باید عشق تشکیل بده که در صدد تعادل و تکامل یکی دیگه باشن. و مسئله خیلی مهم در ازدواج، اما هدف ازدواج است که زیاد اوقات ما خود ازدواج وسیله قرار میتیم، فکر میکنیم ازدواج یک وسیله هست، که دقیقا اگر نگاه بکنیم ازدواج یک وسیله هست اما به خاطر آرامش و رسیدن به آرامش. پس ازدواج وسیله به خاطر دیگه مسائل نیست. مثلا زیاد اوقات دوستا ازدواج میکنن باش فرزند به دنیا بریم، باش نسل ما ادامه پیدا بکنه، باش یک کسی از ما بانه. اگر به این حساب ما ازدواج بکنیم کاملا اشتباه هست. پس اساس و تعداد ازدواج باید آرامش باشه. مثال میتونم، ما اگر از یک شاگرد مکتب پرسان بکنیم که چی میخوای شوی، میگه والا میخوایم دستان فقط اول نمره باشم. خب اول نمره که باشی چی میخوایی؟ چی بعد ازی؟ میگه میخوایم این صنف خود خلاص کنم، ارتقا بدم به صنف دیگه برسم. خب بالاخره چی کار میکنی؟ میخوایم مکتب خود خلاص بکنم. خب مکتب که خلاص کردی چی میخوایی بکنی؟ میگه میخوایم در کنکور کامیاب شم. ببین هر کدام از اینا وسیله هست. خب در کنکور کامیاب شدی چی؟ میخوایم یک دکتر شوم. خب دکتر که شدی چی؟ میخوایم مریضا را معاینه بکنم. خب مریضا را که معاینه کردی چی؟ دو تا راه داره، یا مثلا میگه پول میخوایم به دست بیارم یا میخوایم لذت ببره. خب گیریم پول به دست، پول که به دست آوردی چی میخوای بکنی؟ میخوایم به آرامش برسم یا میخوایم یک خانه بخرم و در اونجا آرام باشم. پس میبینیم آخرین مرحلهش به آرامش رسیدن است. پس ازدواج هم همین شکل است. ازدواج یک وسیله است برای آرامش، برای دیگه مسائل که نه. واقعا خب چند مرحله داره تا ای که بالاخره دو فرد با هم ازدواج میکنن و زندگی مشترک را شروع میکنن. اولتر از همه میایم روی خانواده ها کم بحث بکنیم. وقتی میخواین که فرزندشون اگر دختر است یا پسر اینا ازدواج بکنن و برش فرد را انتخاب میکنه، در آغاز چی موارد را خانواده ها مد نظر بگیرن، مخصوصا که والدین هستن و اونا بیشتر نقش کلیدی خود داره وقتی که میخواین فرد شخص را به دختر یا پسرشان انتخاب بکنه، روی کدام معیارها و کدام نکته های خیلی مهم باشن؟ خب دقیقاً اولا که خود خانواده به اساس یک نیاز تشکیل میشه و این نیازها ما را مکلف میسازه که ما گرد هم جمع شویم و بالاخره خانواده را تشکیل بدیم. سه حلقه مهم داریم. حلقه اول در خانواده خود خانم است، یعنی در قدم اول ما باید متوجه خانم باشیم که این حلقه اول زندگی ما را تشکیل میده. کمی پا فراتر میگذاریم فرزندا و خواهر برادر و پدر مادر اینا و از او که در حلقه بلندتر که کاکا و ماما و خاله و عمه و اینا نقش داره. پس در قسمت اول خود خانم نقش داره و بعدش دیگرا در خود خانواده. اگر میخواییم خود خانواده سالم داشته باشیم و این خانواده یک فرزندی که دارن اینا رو میخواین آماده به ازدواج بسازن، در قسمت اول خود شخص مهم است. یعنی نیاز زیادی نیست که ما دعا
دنبال پدر مادر و اینا باشیم که اونا بر ما انتخاب بکنه، بر دختر یک شوهر، بر شوهر یک دختر انتخاب بکنن، که کاملا یعنی به نظر ما اصلا نادرست است. چرا؟ اگر ما میخواییم ازدواج بکنیم پس مسئله اول خود ما مهم است. اما بله دیگران نقش داره، تو نیست که دیگران نقش نداشته باشد. پس چیزی که مهم است اولا باید خود فرزند خود ببینن، بررسی بکنن. که ما یک سلسله معیارا را میگیم، آیا اینمی معیارا را اینمی خود فرزندشان اول دارنی و به اساس این معیارا باز نفر مقابل میتونن انتخاب بکنن و هیچ گاهی به اساس زور جبر نباشه و بگذارن به دلهای خود دختر یا پسر که عمو خواستگاری که میآید یا کسی که خودش خواستگار هست او را انتخاب بکنن. که زیاد اوقات به این مسئله نمیشه، اگر مثلا دختر میخواید و کسی ازدواج بکنه و خانواده مخالفت میکنه، یا بچه میخواید امروی کسی ازدواج بکنه خانواده مخالفت میکنه، خوب است که اینا عمو نفر مقابل خوب درست بررسی بکنن که آیا اینمی نفر مقابل یک انسان خوب، شریف، درست یا کسی که این دختر یا پسری را انتخاب کرده آیا بدل از این آدم هست نیست یا آیا ای خو انتخاب کرده آیا خوبی ها و همون معیارایی را که بعدن میگیم داره یا نداره. اگر داره خب برش باید توضیح بدن که روی این 4 تا یا 5 تا دلیل میخوایم با ازدواج بکنیم. اگر نمیخوایم با ازدواج بکنیم این 4 تا 5 تا دلیل، زیاد اوقات ما از احساسات استفاده میکنیم. خب فلان آدم چرا یه از فلان قوم است، ما از این خاطر نمیخوایم ازدواج بکنیم. چرا نمیگذارین بچه تان ازدواج بکنه با فلان آدم؟ به خاطر کو زبانش با زبان ما نمیخونه. یعنی فقط اینا با احساسات برخورد میکنن که بله اینا معیارا هست، ما حتما علی روش بحث میکنیم. مثلا از نگاه زبان خوب است، خوب از هم زبان ما باشه، از نگاه مذهب خوب از هم مذهب ما باشه، گرچه از نگاه دینی ما هیچ مشکلی نداریم، میتونیم راحت با هر مذهب ازدواج بکنیم. اما اگر میخوایم 100% ازدواج بکنیم، چون ازدواج فیصدی داره، بعضی هستن 90%، بعضی هستن 50% ازدواج میکنن، بعضی هستن 40% با هم دیگر ازدواج میکنن، هدف ما روی 100% ازدواج کردن است. باید هم زبان ما باشه، باید از حتی از منطقه ما باشه، باید حتی اگر از قوم ما باشه، اینا بهتر است روی از اینکه بتونیم یک ازدواج سالم داشته باشیم. از معیارها یاد کردین، خوب است روی معیارها هم بحث بکنیم، چون در جامعه ما هنوز هم در بسیاری از نقاط افغانستان خانواده های هستن چون همو رضایت دختر یا پسرشان اوقدر برشان خیلی هم مهم نیست، یا اینکه از اونا نظر بخواین. یعنی در کل دو فرد که با هم میخواین زندگی مشترک داشته باشن، نظریاتشان خیلی مهم است که چقدر هم نظر هستن، در چه موارد اینا میتونن زندگی مشترک با هم شروع بکنن. یعنی مسائل در بسیاری خانواده ها هنوز هم مد نظر گرفته نمیشه. یعنی شناخت دو فرد که مثلا دختر پسر با هم دیگه، یا اینکه بالاخره از اون نظریات هم دیگه را بفهمن و اینکه چقدر هم نظر هستن با هم، این چی نقش را میتونه داشته باشه؟ و اون یک تعداد که به این مسائل خیلی یعنی بگویم برشان اهمیت نداره، چه پیامدهایی را در ازدواج دو فرد که اونا زندگی را شروع میکنن چه پیامدهای منفی را خواهد داشت؟ بیاین صحبت های شما را می داشته باشیم، یک وقفه کوتاه میگیریم، در ادامه با ما همراه باشین و صحبت های ما ادامه داره در رابطه با ازدواج سالم. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. ازدواج سالم، داشتن ازدواج سالم موضوع امروزی برنامه ماست. از دیدگاه روانشناسی بحث میکنیم. آقای فرزایی همچنان با ما هستن و حالا سوالی که داشتم قبل از وقفه پاسخش از شما میشه. دقیقاً وقتی ما به معیارهای ازدواج نگاه میکنیم به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی معیارهای فردی و یک معیارهای کلی. معیارها کاملا مهم است در زندگی، در هر بخش باشه، خصوصا در ازدواج کاملا مهم است. اول بلوغ مهم است، بلوغ جسمی و بلوغ جنسی، که دخترها در سن 9 سالگی به بلوغ جنسی میرسن، یعنی شروع میشه، آغازش قدم اول میگذارن، که بازم مهم است. مثلا فضا، منطقه، محیط، اینا تاثیرگذار است که بعضی جاها بیشتر یا مدت زیادتر را در بر میگیره، بعضی جاها مدت کمتر را در بر میگیره. اما در کل حد اوسط اگر در نظر بگیریم، دخترها در سن 9 سالگی به بلوغ جنسی میرسن و پسرها در سن 11 سالگی، یعنی قدم اول میگذارن به بلوغ جنسی. و بلوغ جسمی هم خیلی مهم است که نفر مقابل باید از لحاظ جسمی باید رشد کرده باشد. بلوغ دومی که مهم است بلوغ روانی هست که زیاد اوقات ما مثلا ارتباطش میتیم با مسئله استقلال و همبستگی. ما باید به استقلال و همبستگی رسیده باشیم، یعنی در سن 18 سالگی که میشه ما با استقلال میرسیم. یعنی به این معنا ما مثلا از نگاه مالی خوب هستیم، میتونیم یک مقدار پول به دست بیاریم، از نگاه تصمیم گیری راحت میتونیم، یعنی خود ما استقلال داریم، وابسته به کسی نیستیم که پدر مادر اگر اونا رأی دادن بله ما کار انجام میتونم، اگر ندادن نه. یعنی خود ما بتونیم تصمیم بگیریم که خیلی مهم است. و از استقلال هم که مرحله همبستگی بسیار مهم است که در ازدواج و وقتی میخوایم ازدواج بکنیم باید به مرحله همبستگی رسیده باشیم. کدام مرحله را مرحله همبستگی میگم؟ مرحله ای که مثال میگم، ما یک مقدار نان به دست آوردیم، حالا میتونم میره خودم هم نوش جان بکنم،
بدون از اینکه کسی ممانعت داشته باشه یا وابسته به کسی باشم، اما پا فراتر میگذارم میگم نی بیای همراه یک عزیزی تقسیم میکنم، بیای همراه یک نفر مقابل خود یا با همراه خانواده خود، یعنی از لحاظ ذهنی اما قدر رشد کرده باشیم که راحت بتونیم با دیگرا او را تقسیم بکنیم. بله. که خیلی مسئله مهم است. نکته دیگه که مهم است بلوغ اجتماعی، باید با مردم راحت بتونیم بشینیم حرف بزنیم، گپای دل خود بگوییم، با مثلا یک محفل عروسی میشه یا ختم میشه یا خیراتی میشه ما بتونیم بریم برسیم با اون مسائل، اما زیاد اوقات ما اینمی به می بلوغ اجتماعی نمیرسیده باشیم. مثلا بین دو نفر بزرگسال قرار میگیریم نمیتونیم راحت گپای دل خود بگوییم، پس یعنی به این معناست که ما به بلوغ اجتماعی نرسیدیم. خیلی مهم است. نکته بعدش هم که خیلی مهم است و ما باید این در نظر بگیریم، بلوغ عاطفی خیلی مهم است. یعنی ما باید بتونیم ابراز احساسات داشته باشیم و یک کسی اگر بر ما ابراز احساس میکنه باید درکش بتونیم خیلی، و بلوغ اخلاقی از نگاه اخلاقی رشد کرده باشیم، بتونیم که بدون از اینکه تظاهر بکنیم، بدون از اینکه دروغ بگوییم، بتونیم خود به دیگران ثابت بسازیم بر نوی، که خیلی مهم است. بلوغ فرهنگی که مسئله فرهنگ خیلی مهم است. مثلا ما ازدواج میکنیم با یک کسی که از یک فرهنگ دیگه اومده، یک مذهب دیگه اومده، یک منطقه دیگه اومده، با کسایی سر کار داره که اصلا ما در زندگی خود با اونا نبودیم، و وقتی میای با ما میخوای یک چا شوه، پس نمیتونه زندگی راحت و سالمی داشته باشیم با هم دیگه. و فرهنگ که خیلی مهم است این میشه، اما معیارهای خود شخص که بسیار مهم است. اما میایم یک سلسله معیارهای عمومی داریم که در کل در احادیث هم ذکر شده و از نگاه روانشناسی هم که بله. نکته اول خیلی مهم است، ما آیا کالای ازدواج هستیم یا نیستیم؟ بسیار مهم است. مثال میگم، اگر ما یک میوه را از درخت میگیریم، آیا اینمی قابل خوردن هست یا نیست؟ آیا آماده به این هست که یک انسان ازش استفاده بکنه یا نه؟ مثل زمین ما هم مهم هستیم، آیا ما کالای ازدواج هستیم، ما آماده به ازدواج هستیم یا نیستیم؟ که کاملا مهم است نکته اول. و نکته بعدش هم خیلی مهم است، خسیس بودن. بحثا زیاد است، میخوایم کلی اشاره بکنیم. مسئله خسیس بودن خیلی مهم است. یعنی بعضی اوقات اگر ما یک آدم خسیس هستیم، یک آدم کنجوس هستیم، نمیتونیم زندگی را ادامه بدیم. یعنی معیارهای کلی شامل میشه. نکته بعدی زیبایی خیلی مهم است، اما زیبایی کل نقش بازی نمیکنه. زیاد اوقات ما فکر میکنیم اگر یک انسان زیبا بود، بله او آدم خوبی است و ما باید امرش ازدواج بکنیم. اگر زیبا نبود نه، بله زیبایی نقش داره، مثلا 10% در زندگی نقش داره. اما یک چیز دیگر هم باید در نظر بگیریم. زیاد اوقات ما میگیم خب مهم نیست اگر زیبا باشه یا نباشه، مقصد اخلاقش خوب باشه. اما در نظر بگیریم که زیبایی مهم است، یعنی به این معنا نیست که اخلاقش خوب بود بله نازیبا بود، بله وقتی ازدواج میکنین بعد از اون میبینین یک کس دیگه زیباتر مثل از این یا از این که بهتر اخلاق داره، باز او وقت ما به فکر میاییم که نه من چوری کار کردم، بله مسئله زیبایی مهم است. نکته بعدی اصالت خانوادگی. اصل اساس خود خانواده، آیا ما وقتی با این آدم ازدواج میکنیم آیا خانواده خوب هست؟ آیا خانواده مهربان داره؟ مثل ازی میمونه که اگر یک خستی را ما میکاریم به این معناست که او از درخت که گرفته شده، اگر درخت مثلا میگم شفتالو باشه پس میوه شفتالو هست، اگر از هر درختی گرفته باشیم به اون شکل میوه رشد میکنه، فقط یک تشبیه بود ما به این مثلا اشاره میکنیم. اما خود خانواده مهم است، آیا خانواده خوب است، مهربان است، قیدگیر است، آزاد است، چی هست؟ باید این را در نظر بگیریم که خیلی مسئله مهم است. مسئله اخلاق مهم است که شخصی که باش ازدواج میکنیم اصول اخلاقی را در نظر بگیره، که حتما اگر وقت بود یک روز روی خود مسائل اخلاقی یا اصول های اخلاقی، اما فعلا ساده بگوییم، به شکل ساده یک کسی که باش ازدواج میکنیم مثلا باید دروغ نگویه، باید تظاهر نکنه، باید اغراق نکنه در گفتار خود، باید از یک کسی مثلا تعریف میکنه بیش از حد، بیجا تعریف نداشته باشه، تظاهر اینا را نداشته باشه، خیلی کمک میکنه یک رابطه خیلی خوب و سالم صورت بگیره. یکی از معیارهایی را که گفتین مثلا باید جوانان که میخوای ازدواج بکنن حداقل بتونه تصمیمش خودش بگیره، تا یک جای تا با مشوره دیگران که مشوره کردن با خانواده ها یکی از بحث هست که خیلی باید توجه داشته باشه جوانای عزیز همچنان. ولی معمولا بعض از جوانا هستن یا خانواده ها مثلا چون فضا قسم بوده در خانواده ها که جوانا وقتی به مو سن میرسه که اینا به مو استقلالیت و یا هم مو آزادی را که باید داشته باشن
اصلا باید میخواین که بعضی تصامیم بگیرن، اما در مقابل والدینشان در محیط فضای خانواده نمیتونن. خیلی آزادانه بگه که من تو یک تصمیم دارم، میخوام همچون تصمیم را بگیرم، یعنی امو زمینه سازی برشان نشدم. مثلا اگر بخواین که زواج بکنن، خانواده ها برشان کس را انتخاب بکنن، مثلا دختر باشه یا پسر، چون نمیخواد با همو فرد ازدواج بکنه، ولی گفته هم نمیتونه که من نمیخوام، به یک نحو ازدواج میکنه. بعدها پیامدهایش هم ما میبینیم که در خانواده ها در ازدواج چون چی هست. حالا خانواده های چگونه زمینه سازی بکنه؟ مثلا اگر دختر یا پسرشان نمیخواد با فلان کس را کونا برشان انتخاب کرده ازدواج بکنه، چگونه باید بالاخره با اونا مشوره بکنه تا اونا هم تصمیم خود را راحت بگوین، و بعدها چون مشکلی که در زندگیشان ایجاد میکنه همه ما میفهمیم، و خود جوان ها هم چگونه باید این تصمیمشان در مقابل خانواده هایشان هم ابراز بکنن. خود خانواده خیلی مهم است و نقش اساس بازی میکنه، اما باید در نظر بگیریم که وقتی میخواییم یک دختر خود برای کسی بتیم یا بچه کسی را برای دختر خود بگیریم، اینمی مسئله نباید باشه. دادن و گرفتن، ما این دختر برای یک کسی دادیم، فکر میکنیم که دختر شای است یا بچه شای و کالا هست، میخواییم تبادله بکنیم که کاملا زشت و نامناسب است. و اگر میخواییم که این فرزندای ما بعد از زندگی خوب درست داشته باشن، باید تصمیم خودشان بگیرن، اما با خانواده فقط مشوره بکنن. ما آرزو دارم خانواده عزیز که برنامه رو تماشا میکنن، با فرزندای خود مشوره بکنین. شما نگوین که بله این کار باید بکنی. مشورت کردن با تصمیم گرفتن کاملا متفاوت است از هم دیگر. مشورت کردن یعنی به این معنی که ما میخوایم یک کار انجام بدم، از 10 نفر نظر میگیرم، اما تصمیم نهایی را خودم میگیرم. پس اگر میفهمیم که فرزند ما به اون سن سالی نرسیده که خودش تصمیم بگیره، اصلا وقت ازدواجش نیست، یعنی او آدم کالای ازدواج نیست. و مسئله دیگه که مداخله کردن زیاد اوقات نامناسب است، و ما اگر فشار میاریم که با خواست ما باید این مسئله صورت بگیره، چیزی را که ما میخواییم باید با مو اساس صورت بگیره، کاملا زشت و نامناسب است. و زیاد اوقات خانواده‌هایی که فشار میارن، بعدا میبینن که اونمو دختر پسر از همدیگه طلاق میگیرن، اونمو دختر پسر میرن به بیراهه، اونمو دختر پسر، حتی زیاد اوقات ما شما میبینیم دیگه خبرها و اینا را که در زیاد ولایت ها یک دیگر از بین میبرن و دست میزنن به کارهای ناشایست ناجایز، دست میزنن به خودکشی ها و از این مسائل که کاملا با سرنوشتشان بازی میکنن و باعث میشه که اونمو فرزند خود بدبخت بسازن. و کسی که زیاد مهم است در این مسئله او خود خانواده هست، پس برای فرزند خود باید بال پرواز بتن که خودش حرکت بکنه، پس تا زمانی برش کمک بکنن که او تصمیم نهایی خود میگیره. وقتی تصمیم نهایی را گرفت و او تصمیم نهایی هم روی اساس قوانین و اصول منطقی و عقلی باید باشه، زیاد اوقات ما احساسی برخورد میکنیم. مثلا یک آدم از چهرهش خوشم اومده و ما میخوایم با او ازدواج بکنیم، دیگرا هر چی بر ما میگه ما نمیخوایم نظر اونا رو بپذیریم که اینجا هم کاملا زشت است. پس وقتی خانواده میخواد برای پسر خود یا دختر خود کس را انتخاب بکنه، باید روی سلسله قوانین، و اگر پسر یا دختر بر خانواده خود بر خود میخواد کس را تعیین بکنه، بر خانواده خود باید اونم سلسله قوانین و مسائل بگویه که من این آدم روی این 10 تا دلیل میخوام. پس اگر ما دلیل بر ازدواج نداشته باشیم کاملا نامناسب است. و یک نکته خیلی مهم اشاره باید بکنم که سن ازدواج مهم است، یعنی تفاوت بین دختر و پسر حداقل 3 سال باشه، یعنی دختر 3 سال سنش خردتر باشه و پسر 3 سال سنش بزرگتر باشه. و دلیلش هم این بود که بیشتر اشاره کردیم دخترها زودتر و بلوغ جنسی و جسمی میرسن، اما پسرها یک مقدار دیرتر میرسن، و این تفاوت های سنی اگر بیش از حد میشه کاملا مشکل زا. با ادامه صحبت های شما، بعضا دو فرد که با هم ازدواج میکنن، دختر پسر، مثلا تا یک دوره خیلی فکر میکنن که مثلا ما میتونیم زندگی مشترک خوب داشته باشیم، ولی هنگامی که ازدواج میکنن آیستا آیستا مثلا یا دختر یا پسر احساس میکنه که ما با هم خوش بودن نمیتونیم، یعنی اختلاف نظریات وجود داره و همچون مسائل دیگه، و زود هم تصمیم میگیرن که ما با هم خوش نیستیم و دست به بعض اقدامات نادرست دیگه میزنن. خب ما میخوایم روی اون همه راه ها و روش هایی که اگر در بسیاری از موارد اختلاف نظر وجود داشته باشه، چگونه مثلا با هم بسازن، چگونه بتونن که احترام به نظریات یک دیگه مثلا یکی گذشت بکنن که قبول بکنه، تا ای که بالاخره زودتر تصمیم به این گرفته شوه که ما با هم زندگی نمیخوایم کنیم یا ما خوش بودن نمیتونیم، و چگونه بتونن همون فضای عشق و محبت در میان خودشان در فضای خانوادهشان ایجاد بکنن. خیلی نکته جالب اشاره کردید. ما اگر بخوایم یک تلفن بخریم، یک موتور بخریم، خیلی هم راحت با 10 نفر میریم مشوره میکنیم و بالاخره میریم و میکنیم. اما اگر میخوایم ازدواج بکنیم، اصلا هیچ خبر نداریم، وقت ما را به کسی دادن، کسی را بر ما گرفتن،
پس نکته مهم اینجا است که قبل از اینکه ازدواج میکنیم باید آگاهی داشته باشیم. بله. و این اطلاعات ما باید کامل باشه که بعدا این مشکلات را که شما گفتین این مسائل بعد است. یعنی قبل از ازدواج کاملا اطلاعات ما باید بیش از حد باشه، مطالعه که نظر به نفر مقابل میکنیم یا میبینیم که خصلت‌ها و صفت‌ها یا گپ‌هایی را که ما می‌خوایم اونم صفت‌های ازدواج یا معیارهای ازدواج که در کل بیش از 10 یا 20 معیار داریم اونا رو باید در نظر بگیریم بعدش ازدواج کنیم. حالا اگر ازدواج کرده میبینیم که خوش نیستیم، فضا نامناسب بوده، انتخاب ما غلط بوده، پس اینجا اصول مهم است. یعنی یک سلسله اصول باید در خود خانواده در نظر بگیریم، میبینیم که مشکل در کجا هست، آیا واقعا او پسر مشکل داره یا آیا واقعا این دختر مشکل داره یا نه او مشکل نداره، خواست ما بیجا هست. بله. مثلا توقع ما بیش از حد است. مثلا قبل از اینکه ازدواج بکنیم میدونیم که خب پسر بله یک مقدار پول اینا داره یا یک مقدار از وضعیت اقتصادی یا به بلوغ اقتصادی رسیده، اما بعدش که ازدواج میکنیم میبینیم که او مثلا وظیفه خود از دست میده، پس چی کار باید بکنیم؟ آیا اینجا خواست ما مهم است؟ بله. یا این مطلبی که هست یا مسئله‌ای که اینجا بر ما واضح هست این درست و مناسب یا زشت است؟ پس با خود مثلا نگاه بکنیم. اینجا روی سلسله اصول باید در نظر بگیریم. فقط چند تا اصول کوچک اشاره میکنم. اگر میخواییم یک خانواده خوشبخت داشته باشیم، مشورت، احترام و محبت حرف اول در خانواده میزنه. پس باید احترام متقابل باشم، مشوره باید بکنیم در کارها و عشق و محبت باید بیش از حد بکاریم و اگر میبینیم دچار کدام اختلاف شدیم باید با کسی که خبره است و آگاه هست از مسائل و اگر بتونه پیش روانشناس بریم که او پیدا بکنه که ملامت کی است، سلامت کی است و کدام راهکارها را اشاره میکنه بیشتر میتونیم زندگی سالم. بسیار خوب، وقت ما هم تمام. تشکر از شما از اینکه با ما بودین. سلامت باشین. سپاس از همه شما دوستای عزیز از اینکه باز هم ما را همراه بودین در برنامه امروزی و انشالله که صحبت های ما مفید تمام شده باشه و مورد را که یاد کردیم توجه بکنین. اگر میخواین که یک فضای خوب در خانواده تان ایجاد شوه و ازدواج موفق سالم داشته باشین. و خیر روز همه شما خوش، خدا نگهدار تا دیدار بعد.